بیننده های خوب تک تاکس خسته نباشید، در خدمتون هستیم. در تقریبا دقایق پایانی پنجمین همایش سالیانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت است در خدمتون هستیم و مهمان دیگری که در این دقایق پایانی به جمع ما پیوستن، جناب آقای مهندس سامان صفایی، مدیر پروژه کارت فرآوری، در خدمتون است. خواهش میکنم. در خدمتون هستم. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم خدمتون. آقای مهندس، اولا برای سال چندم است که در این همایش دارین شرکت میکنید؟ توی هر پنجتاش بودیم. خب پس شما شاید بهتر از هر کسی دیگه بتونید الان به ما بگید که بچه تمایز همایش پنجم با همایش قبلی چی بوده؟ والا خب وجه تمایزش که میشه گفت که بیشتر شرکت ها اومدن تو هم حوزه‌ی پرداخت دارن صحبت میکنن. فکر میکنم بحث کیف پول خیلی داغ هست. چند تا نشست دیدم که در مورد کیف پول داره صحبت میشه، در مورد خود تکنولوژی EMV هم حتی توی دیروز صحبت شد. بسیار خوب، شما رونمایی داشتید از یک محصول جدید، این محصولتون بفرمایید چی هست؟ امروز دقیقا صبح ما رونمایی داشتیم از سامانه پرداخت فراپی که به عنوان کیف پول محسوب میشه. دقیقا سامانه ای که میاد پرداخت های خورد رو به صورت آفلاین هندل میکنه. البته خب توی شهر کاشان که به عنوان اولین شهر هستش که ما داریم پروژه رو پیاده‌سازی میکنیم، به عنوان کارت شهروندی هست که تمام حوزه‌های خورد از جمله حمل و نقل عمومی، تاکسی ها، مرکز فروش، فرهنگسراها، پارکینگ استفاده میشه. داریم تو کاشان پایلوت نیست، اولین شهری که دقیقا داریم این پروژه رو با این ابعاد اجرا میکنیم و هدفمون هم بحث ایجاد شهر بدون بچه نقد هستش. خب قابلیت های این سامانه و این کیف پول رو به من بگید. درسته. ببین کارت ما دقیقا حالا مزیتی که داره نسبت به کارت دیگه که داره فعلا در سطح کشور کار می‌کنه که بحث قابلیت خود اجرایش هست و امنیتی که روی این کارت هست، چون از تکنولوژی کارت جاوا داریم استفاده می‌کنیم، خب امنیت بسیار بالایی داره و حالا به خاطر بحثی که برنامه پذیر بودن این کارت، چون کارت هوشمند هستش، توی حوزه‌های خیلی مختلفی میتونه استفاده بشه، از جمله بحث کیف پول به عنوان حمل و نقل هست. توی کاشان برای اولین بار ما دو تا کیف پول رو داریم ران میکنیم، یک کیف پول خدمات شهری هست که تو حوزه بازیاف انجام میشه، یک کیف پول هم کیف پول خدمات دقیقت شهری هست مثل حمل و نقل. بحثی که ما داشتیم توی کاشان بحثم بود که این اکوسیستم به صورت یک پارچه بتونیم پیاده‌سازی بکنیم، از دقیقت فاز صدور گرفته شارژ و پذیرش کل حوزه رو تحت پوشش قرار میدیم و میخوایم سعی بکنیم که دقیقا روی خودپردازی که تحت پوشش خود شرکت هست توی شهر کاشان این بحث شارژ رو روش فعال بکنیم. از اون قابلیت دیگه که این کارت داره بحثای لویالتی رو میتونیم روش داشته باشیم و به عنوان کارت پرسنلی میتونه استفاده بشه، قرار که از کارت پرسنلی پرسنل شهرداری رو دقیقا مهاجرت بکنم به روی این کارت. ازم به حضورتون که بحثای احراز هویت هم روی این کارت میتونیم داشته باشیم و امروز هم دوستان دقیقا روی بحث VTMی که تو نمایشگاه آورده شد و دقیقا توضیح میدن، بحث مچان کارت هم روی این کارت میتونیم پیاده‌سازی بکنیم. یه سوال ذهن من رو الان مشغول کرد، تفاوت این کارت با کارت شهروندی که الان مثلا شهرداری تهران منتشر در واقع داره توضیح میکنه، حالا باش اتوبوس و مترو و حتی کارت پارک ها، اینا تفاوتشون میشه بگید؟ ببین الان حالا اگه تهران رو بخوایم بزنیم که چون تهران دو تا کارت داره الان، تو سیتی پی و سیتی وی، ولی عموما تمام کارتایی که در سطح کشور دارن توی این حوزه کار میکنن به غیر از سیتی پی بحث کارت بلیط رو دارن فقط پوشش میدن و صرفا توی حوزه حمل و نقل داره استفاده میشه. توی تاکسی فعلا نداشتیم، دارن شرکت‌ها دقیقاً میرن به این سمت. بعد تکنولوژی این کارتی که الان در استفاده کارت مایفر هست، توی کاشان دارید روی تاکسی هم کارت برای تاکسی هم خواهیم بود، ولی تکنولوژی مایفر هست. برای کاری که ما خواهیم کرد توی کاشان با تکنولوژی جاوا هستش که هم امنیت بسیار بالایی داره و هم به خاطر اینکه حافظه بالایی داره، خب میتونیم که سرویس‌های خیلی متعددی رو روی این کارت ران بکنیم. الان چند وقته که این پروژه تو کاشان کلید خورده؟ این پروژه ما حالا بحث تعامل و قراردادمون اخیراً امضا شده، کار زیرساختش انجام شده و فکر می‌کنم که چند وقت دیگه به طور کامل عملیاتی بشه. خب ان شاءالله که به اتفاق بریم کاشان و این کارت رو هم که آقای مهندس صفایی میگن ببینیم. ممنون که با ما همراه هستید، در خدمتتون هستیم از استودیو تک تاکس.